گام‌های کوچک برای هدف بزرگ. هم سوژه را نشان می‌ده که سوژه چی هستند. این تصاویر یادآور روزهایی است که نخستین گام‌ها را برای آنچه که امروز از طریق آن با شما صحبت می‌کنیم گذاشتیم. ایجاد تلویزیون اکسوس و گشودن دریچه امید میان اروپا و افغانستان. این سفر 4 ساله دقیقاً امروز وارد مرحله دومش می شود. شروع نشرات تلویزیون اکسوس. ما تلاش خواهیم کرد آنچه را روایت کنیم که شما فکر می کنید و می گوید. از مهاجرت، فرهنگ، اجتماع، زندگی و سیاست. اکسوس یک تلویزیون مستقل و غیر وابسته است که با هزینه شخصی تأسیس شده و هدفشان فقط روشنگری می باشد. از این خاطر است که ما می توانیم با استقلالیت تمام به ارزش‌های کار رسانه‌ای پابند بمانیم. با وجود که تأسیس این تلویزیون کار سخت و بسیار دشوار بود، اما در نهایت موفق شدیم. جا داره که از همه همکارانم در مرکز توسعه روابط فرهنگی و تلویزیون اکسوس و همچنان دوستان همفکرم که مرا در این راستا همراهی کردن عمیقا سپاسگزاری نمایم. اکسوس نخستین رسانه‌ای در اتریش است که از سوی یک خانم رهبری و مدیریت می‌شود. تانیا کیهان، خبرنگاری که همانند خیلی‌های دیگر وضعیت و شرایط افغانستان ناگزیرش کرد تا وطن و جامعه‌اش را ترک و به اتریش پناهنده شود. تلویزیون اکسوس تلاش می‌کند که زمینه اطلاع‌دهی و همچنان زمینه آگاهی‌دهی فرهنگی را مساعد کند. کندی در پروسه ادغام پناهجویان افغانستان در اتریش متاسفانه در اکثر موارد از عدم آگاهی و معلومات از اینا به زبان مادریشان بوده و همچنان سوء تفاهم فرهنگی نیز مشکل دیگر است که به او اضافه میشم. از همین خاطر است که ما کوشش میکنیم که با اطلاع دهی دقیق و همچنان با معرفی گرفتن فرهنگ و داشته های اروپایان به پناهجویان و برعکسش به حل این مشکل بپردازیم. با این همه تولد تلویزیون اکسوس با استقبال گرم سفارت افغانستان در وین، حوزه رسانه اتریش و نیز وزارت ادغام این کشور روبرو شده است. ابتکار تاسیس تلویزیون اکسوس یک ابتکار بسیار عالی است و به شما و همکاران گرامیتان تبریک میگم. این تلویزیون میتونه نظریات و دیدگاه ها و خواستای پناهجویان افغان جهت جلب حمایت شهروندان اتریش در راستای همزیستی مسالمت آمیز و قانونمند که اصل بسیار مهم برای صلح و رفاه در یک جامعه است پیوند بزنه. وزارت ادغام و امور زنان اتریش هم انتظار دارد تا این رسانه بتواند در راستای اطلاع دهی به پناهجویان افغانستان به زبان مادریشان مفید واقع شود. در واقع رسانه های مهاجر مانند تلویزیون اکسوس میتواند در ارائه اطلاعات به صورت مستقیم به گروه های مورد نظر نقش مثبتی داشته باشند. صندوق ادغام اتریش همواره با مراجع معتبر مانند وزارتخانه های فدرال، ادارات رسمی محلی، رادیو تلویزیون رسمی اتریش یعنی ORF، مراجع خدمات اجتماعی و رسانه های مهاجر همکاری می کند. جامعه رسانه ای اتریش اما انتظار متفاوت دارد. مثلا این که اکسوس بتواند در عرصه ادغام به ویژه برای پناهجویان مؤثر واقع شود. آموختن لسان کشور دوم مهم است، اما به یک شبه امکانش نیست. از این رو پروژه مثل تلویزیون اکسوس که پناهنده ها بتوانند از آن طریق معلومات به زبان مادریشان بدست آورند به پروسه ادغام کمک می کند. مثلا زمانی که یک فرد در مورد بازار کار، قوانین، امکانات و مجبوریت های خود در کشور دوم معلومات به دست می آورد، می تواند به زندگی خود سر و سامان دهد. و مهمترین که زمانی که این گونه پروژه ها توسط افراد روی دست گرفته می شوند که خودشان سابقه پناهندگی دارند، به یک پروژه مفید مبدل می شود، چون آنان می دانند که مشکل در کجاست. اکسوس یک پروژه خلاقانه رسانه ای است. من تا کنون پروژه ای را سراغ نداشتم که بتواند به شهروندان افغانستان در افغانستان در مورد اروپا، اتریش و مسیر مهاجرت معلومات دهد. این یک خالیگاه بود که بالاخره پر شد. مبارک باشد. من فکر میکنم که تأسیس تلویزیون به زبان فارسی برای پناهنده های افغانستان کمک میکند تا کم به آن احساس نزدیکی کنند. از این طریق آنان میتوانند معلومات در مورد فرهنگ و امکانات در اتریش به زبان مادریشان بدست آورند. امکاناتی که زنان و نوجوانان میتوانند از طریق آن زندگی کاملا متفاوت را در اتریش برای خود شروع کنند. موج استقبال و انتظارها از تلویزیون اکسوس مسئولیت ما را به همان اندازه سنگین‌تر و بزرگتر می‌سازد. اما این بار سنگین بدون حمایت شما مطمئناً به منزل نخواهد رسید. ما گام برداشتیم به امیدی که شما همراهی کنید.